هست که به هر حال خیلی افراد هستن که میگن که یهودی کیست. یهودی در اصل فردی است که از مادر یهودی زاده شده باشه، دقت بکنید از مادر نه از پدر. و مسئله دوم که دوره از اولپان هگیو رو گذرانده، یعنی کانورژن رو گذرانده باشه و از این طریق وارد یک جریاناتی شده باشه که بتونه مسئله پرسشگرایی رو بیاد و یعنی عمیق‌تر بتونه بشناسه، از طریق خودشناسی خودش بتونه به خدای خودش برسه. این یک مسئله. زبانی که مطرح میشه و زبان لشون هکودش، یعنی زبانی که عبری گفته میشه یا عبرانی گفته میشه، برای یک قانون مداری و کودهایی بنا شده که فقط در تورات آمده به صورت کود مانند آمده و تفاصیلی که مفسران یهود میان و در باره اون بحث رو گفتگو می کنند مانند اون نیست که در تورات شفاهی و همان تلمود باولی که در دوران فکرم ساسانی و اشکانیان به شده 1500 سال پیش قبل از آیین محمدی روی کار بیاد و از طرف دیگه آن موقعی که عیسی روی کار آمد به عنوان یک یهودی روی کار آمد که سعی بر ترویج یهودیت داشت. حتی عیسی میگفتش که من نیومدم حرفی رو از تورات کم بکنم و نه اینکه اضافه بکنم، یعنی که بر مبنای بنا شده بود که سعی بر این داشتن که اون انسان مداری رو بتونن به پیش برن. آنچه که در دوران پاولوس و غیره آمدن و اضافه کردن بعد از 70 سال بعد از اینکه عیسی رو تسلیم کردن، البته احمدیه بر این میدونن که تسلیم نشده بوده و نجات پیدا کرده، ولی به هر حال بس بر این بوده که تسلیم شده و اینه که آمدن بس و گسترشش دادن به رومیان یونانیان که بتونن تاثیرگذاری داشته باشن از اون نقطه نظر انسان مداری بر روی جهان.